آیت الله احمد جنتی، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، آیت الله محمد رضا مدرسی یزدی، آیت الله محمد مؤمن و آیت الله محمد یزدی فقهای شورای نگهبان قانون اساسی اند. محمد رضا علیزاده، عباس علی کدخدایی، محسن اسماعیلی، حسین علی امیری، حجت الاسلام، محمد سلیمی و سیامک رهپیک هم حقوقدانهای این شورای مهم و سرنوشت سازند. خبرهای غیر رسمی خیلی زیاده ها. خب غیر رسمی است دیگه، میفرمایید غیر رسمی. غیر رسمی شاید بالاخره هیچ کدوم تایید نمیشه. نه، هیچ کدوم رو ما تایید نمی‌کنیم. درسته، درست که قانون اساسی خط اصلی رو معلوم کرده و تو همین مجلس ما قانون انتخابات ریاست جمهوری رو در همین بهمن ما اصلاح کردیم. آقا میگفتی حسن نیاد مینوشی توش، حسن هم نباید بیاد. ولی امضا جمع کردن، این ور اون ور کردن، مصاحبه کردن، این تضعیف کاندیداسیون نیست. این اول دعوا هست، این از مجلس شروع بشه. شما از جامعه چه انتظاری دارید؟ از کاندیدات چه انتظاری دارید که من دیگران رو برم بتم اول خونه خودم مشکلش حل کنم و برم خونه مردم؟ بنابراین ببینید اینجور امور، مقام رهبری هم یه جای به زیبایی گفتن که اینجور قانون شکنی خطرناکتر از هر نوع قانون شکنی. من اینی که صد نماینده محترم نامه‌ای بنویسن اسم دو نفر رو ببرن، این به عنوان نه تایید و یا رد دو نفر نیست عرایض من، و از شورای محترم نگهبان بخواهن که اینها رو رد کن، حالا صد نفر دیگه بیان یه نامه بنویسن، دو نفر دیگه رو بنویسن بگن اینا رو تایید کن، هر دوتاش غلطه. یعنی ما با احترامی که برای آقایون قائل هستیم باید بگیم اصلا شأن و جایگاه مجلس این نیست. وزارت کشور اعلام کرده در اجرای ماده 60 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسامی نامزدهای انتخابات 11مین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران که صلاحیت آنان مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار گرفته به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر اعلام می‌گردد. 1. آقای سعید جلیلی فرزند محمد حسن. 2. آقای غلامعلی حداد عادل فرزند رضا. 3. آقای محسن رضایی میرقائد فرزند نجف. 4. آقای حسن روحانی فرزند اسدالله. 5. آقای محمد رضا عارف فرزند میرزا احمد. 6. آقای سید محمد غرزی فرزند سید رضا. 7. آقای محمد باقر قالیباف فرزند حسین. و 8. آقای علی اکبر ولایتی فرزند علی اصغر. فتنه سال 88 خب دیدیم که بعد از اینکه این انتخابات پرشور برگزار شد خواستن ازش استفاده کنن و البته متاسفانه بعضی جراحت ها به بدن نظام وارد شد، منتها نظام قوی تر از این حرف هاست، حالا جراحت به تنش هم باشه مهم نیست. این بارم همین پروسه شروع شد. اولین استراتژی اونا این بود که مردم رو از مشارکت باز بدن و الغا کنن انتخابات آزاد نیست، برای چی میاد اینا؟ بعد دیدن نه، زمینه مشارکت اتفاقا خیلی خوبه و آمدن در نهایت پررویی برای ما کاندید معرفی کردن. شما ببینید بعد از اظهار نظر شورای نگهبان در فاصله چند ساعت سخنگوی دولت آمریکا رسما این تصمیم شورای نگهبان رو محکوم میکنه و بعد به اسم مثلا میگه فلانی و فلانی چرا در انتخابات نیستن، پس انتخابات آزاد نیست. این نهایت پررویه. اصلا به شما چه که ما چه کسی در لیست انتخابات ما هست یا نیست؟ این نهایت وقاحت یک حکومت در دخالت در امور دیگران. مردم ما تو دهن همچه وقاحت و جسارتی رو میزنن. دولت آمریکا در حق ملت ما جنایت های بسیاری کرده و ظلم های بسیاری. شما همین تحریم هایی که انجام میده، البته ما قوی تر از این حرف هستیم، منتها نفس این تحریم بسیار بیشرمانه است که اگر یک کشتی میخواد مواد غذایی بیاره 5 جور واسش مشکل ایجاد میکنن، ممانعت میکنن، پول ما رو در فشارهای اقتصادی بلوکه میکنن. خب اینا دشمنی های عظیم نسبت به ملت ماست. من میخوام بگم انتخابات نشون میده بسیار کار مهم است. این که مقام معظم رهبری فرماند یک حماسه است که امنیت ما، منافع ما رو تضمین میکنه، ما از عصبانیت، دستپاچگی و توطئه‌های غرب کاملا این رو میتونیم استشمام کنیم. غرب بسیار خودمحوره، خودبزرگبینه، این مرضه. اونا میگن اگه مثل ما نیستید پس خوب نیستید. ما مثل غربی‌ها نیستیم،
منتها خیلی هم خوب هستید. چرا خوب هستید؟ ما یک تجربه عظیمی رو با انقلاب شروع کردیم و داریم پیش میبریم. اتفاقا نکته جالب است، اگه در کشور ما راجع به یک موضوع اختلاف نظر باشه، میگن در ایران یک شکاف عظیمی در قدرت پیدا شد، فلانی با نظر رهبری مخالف، فلانی با نظر دیگر مخالف، جنگ قدرت. در حالی که در کشور خودشون جنگ قدرت حقیقی وجود داره. شما مناظره ها و مباحثه های انتخابات رو همین ثابت اخیراً تموم شده، گاهی اونقدر مبتذل مفتذل در حد فوش خواهر و مادر چاربداری. دموکراسی در ایران بسیار ریشه دار شده، غرب نمیتونه اینو نادیده بگیره. از لحاظ معیارهای حقوق بشری این بزرگترین دستاورده، چون حقوق بشر بدون دموکراسی که وجود نداره. برای مبانی حقوق بشری اولین شرط وجود دموکراسی است. دموکراسی قانون مدارانه. دارن متوجه میشن که در ایران قانون جای بسیار محکمی داره. نظام دارای اینرسی است، دارای یک بدنه است که شما نمیتونید با فوتی مرورش کنید. بسیار توانمند. نهایتا من میخوام بگم که غربی ها باید بپذیرن نتیجه انتخابات ما رو، و اتفاقا خواهند پذیرو. یکی از چیزهایی که غرب به نظرش دست پاچه هست این است که فکر میکرد بعضی از افراد به نظر اونا که اگر اونا رو کار بیان در رابطه ایران مثلا با منطقه، در دفاع از مقاومت در مقابل اسرائیل، در مباحث هسته‌ای نرمش در مقابل غرب به وجود میاد. و بعد دید که این کاندیداهایی که الان مطرح هستن هیچ کدوم تو این زمینه نیستن. این برای منافع نظام هم بسیار حیاتی. غرب باید بدونه هر کی از این صندوق بیاد بیرون، سر منافع اساسی ما چه در هسته‌ای، چه در منطقه، چه در مسائل مهم حیاتی، کمترین وادادگی نخواهد داشت. غربیا الان سعی میکنن تنش‌ها رو در داخل انتخابات ما وارد کنن. اولین تنش‌هاشون راجع به این بود که چه کسی رو شورای نگهبان قبول کرد، چه کسی رو رد کرد. به نظرم ناموفق بودن. سیاستمداران هم باید هوشیار باشن که از این تنش‌ها اجتناب کنن. این توطئه دشمن است که قبل از انتخابات تنش ایجاد. یک زمینه تنش دیگه وجود داره، ایجاد تنش‌های اقتصادی و معیشتی. غرب میخواد بگه که اگر بنابراین شما جلو ما وایسید، ما بهتون فشار وارد میکنیم، پس برید سراغ نرمش. امروز دولت عزیز ما باید دلشوره‌های یا دلمشغولی‌های مربوط به اینکه کاندیدای مورد علاقه رئیس جمهور رای بیاره نه مطرح باشه مطرح نباشه، اینا رو بذاریم کنار. امروز وظیفه دولت و رئیس جمهور عزیز ما این است که با تمام توان در مقابل هر گونه تنش معیشتی هوشیار باشن. البته نشون داده دولت در اجرای فاز اول هدفمندی، خب دولت روزانه مانیتور میکرد که این کالاهای اساسی مثل 100 قلم بیشتر نیست، اینها در ریتیل چقدر هستن، در انبار چقدر هستن، در گمرک چقدر هستن. همین کار الان باید بکنن. الان باید روزی 4 بار مانیتور کنن در استانها، در شهرها. دشمن میخواد تنش مصنوعی ایجاد کنه. یه دفعه مثلا میگه کره نایاب شد. حالا این تنشه، این چیز مهم سطحی است، منتها یکی از خدمات بزرگ دولت که انشاءالله داره این دولت با خدمت دورش هم تموم میشه، این باید باشه که هر گونه تنشی رو که دشمنان ما میخوان القا کنن به فضای انتخاباتی، باید باش مراقبه کنن و جلوگیری کنن. این یک خدمت بزرگه. اصلا آقای رئیس جمهور نباید دل مشغولی داشته باشه که مثلا کسی که مورد علاقش بوده اسمش در آمد در نیامد. او جوان، 4 سال دیگه میتونه رکوردشو بالا ببره، دوباره ثبت نام کنه. مهم این است که این انقلاب، این تجربه عظیم پیش بره. بعضی از کسانی که ثبت نام کردن و بعضی اسمشون به چیز نشد، نباید تلخ برخورد کنن. و مثلا تعبیر دیدم بعضی از مسئولین کردن که یک ظلم عظیم است و باید جبران بشه و اینها.
از طریق رهبری میخوام چاره کنم. اصلا این مصداق ظلم نیست، چون ظلم یعنی حقی که تثبیت بشه و از صاحب حق بازداشته بشه. کسی که ثبت نام میکنه برای کاندیداتوری اصلا حقی هنوز نداره، موقعی که احراز میشه تازه حقش تثبیت میشه. حالا اگر اینایی که حقوقشون تثبیت شد، اگر وقتی کسی جلوشون رو بگیره، اون ظلمه. و ثانیاً اصلا خوبم نیست که مثلا افراد احساس کنن یکی که پارتی داره میتونه طرفدارش باشه، یکی که مثلا نداره نشه، به خصوص اگر مثلا مسئولین خودشون از بعض از افراد حمایت کنن. خب یکی دیگه میگه کاش منم مورد علاقه فلان مسئول بودم. بعد اوردن اسم رهبری و اینها هم چندان متناسب نیست، به خاطر اینکه یک نهاد رسمی کار خودش انجام داده. خیلی نهادها زیر نظر رهبری هستن. میخوام بگم یعنی ما نباید تلخ برخورد کنیم، همون برخوردی که قاطبه افراد کرده، افرادی که اسمشون در آمد، استاد دانشگاه توشون بود، نماینده صاحب مجلس بود، وزیر سابق بود. یعنی اینجور نیست که ما مثلا توی مش نیروهای سطح پایین بودن، اما اون افراد فرهیخته همه برخوردهای بسیار متینی کردن. من در جای دیگه عرض کردم که به حال شورای نگهبان یک روند انسانی است که وقتی که اسامی در واقع ارائه میشه، با تطبیق با معیارهای قانونی هر کدوم از اعضا یک رأی مستقلی رو ارائه میکنه. عرض کردم که شناخت اعضای شورای نگهبان نسبت به ثبت نام کنندگان بسیار مهمه برای سوابقی که دارن. من افرادی که مثلا در گذشته جزء مقامات بودن، ممکنه الان هم سابقه اجرایی نزدیکی نداشته باشن، اما از اون سابقه گذشته تصویر روشنی در ذهن من هست. کسی گزارش خلافی رو نداده است نسبت به ایشان. اون توان مدیریتی در ذهن من شکل میگیره که ایشون دارای اون توان مدیریتی هست. بر اساس معیارهای قانونی هم بقیه شرایط رو هم داره. خب ممکنه من رأی مثبت بدم، اما همونجور که اشاره فرمودید ممکنه یک کسی اخیراً سمتی رو داشته باشه، یا حتی الان در واقع بالفعل یک مقامی رو داشته باشه. ما تطبیق میکنیم که وظایفی که برای ریاست جمهوری در نظر گرفته شده با وظایفی که در اون پست یا مقام فعلی داره، آیا میتواند این بار سنگین ریاست جمهوری رو بر عهده بگیره و بر دوش بگیره؟ ممکن از این جهت من تردید بکنم، و همین تردید من کافی است که من رأی ندم. وقتی که رأی ندیم در واقع حد نصاب نداریم و به همین سادگی در واقع عبور میکنیم از بحث، چون کار دیگه نمیتونیم بکنیم. به هر حال رأی باید داشته باشه. من باید نزد خودم و خدای خودم قانع بشم که اگر فردی ثبت نام کرده است، ولو اینکه مقامی را دارا هست، می تواند در آینده بار سنگین اداره کشور رو بر عهده بگیره. در بحث مدیریتی گاهی اوقات فردی ثبت نام کرده که در گذشته نظرش رو نسبت به قانون اساسی اعلام کرده است، اصول قانون اساسی رو محل تردید قرار داده است. خب در ذهن من به عنوان عضو شورای نگهبان چه تصویری ایجاد میشه؟ تصویر این که اگر ایشون بخواد بیاد برای ریاست جمهوری و بخواد بره سوگند یاد بکنه بر اساس قانون اساسی، سوگند یاد بکنه که چی بشه؟ که پاسدار قانون اساسی بشه؟ قانون اساسی که برخی از اصولش رو ممکنه قبول نداشته باشه. ما اعلام میکنیم، مثلا این بار اعلام کردیم نفر 1 تا 8 واجد شرایط شناخته شدن ولاغه. این به معنی سلب صلاحیت از دیگران است؟ ابدا. اصلا ما جایگاه افراد دیگر رو، حتی افرادی که شاخص نیستن، خدا نکرده مختوش نمی کنیم، خدا نکرده حاضر نیستیم که لطمه به اعتبار و آبروی اونها وارد بشه. اعلام کردیم برای پست ریاست جمهوری این 8 نفر واجد شرایط شناخته شدن ولاغه. نسبت به اونها چه اظهار نظری داریم؟ هیچ.